خیلی سخت بود اولش، چون که به شدت رقابت زیاده و خب دیگه اینم یه بیزنسی که مافیای خودشو داره و هر روز یاد میگیری، چیزا جدید یاد میگیری و خیلی واسم جذابه. This is the Journey Podcast. امروز برنامه ما خیلی راحته، خیلی کژواله و خیلی صادقانه قرار در مورد موضوعی حرف بزنیم. مهمون عزیزمون، دوست بسیار عزیز و گرامی من، آقای وحید وقارفرد عزیز، خیلی خوش آمدی. خیلی ممنون. منم عرض سلام میکنم به بینندگان عزیز و تشکر میکنم از اینکه منو دعوت کردین و انشالله که یه گفتگو خیلی خوبی باشه. خیلی ممنون، خیلی عالی. ما ببین، خیلی قرار صادقانه در مورد مسئله دانشگاه تو این کشور صحبت بکنیم. خب ببین، مسئله دانشگاه همیشه توی فرهنگ ما ایرانیایی موضوع خیلی گنده بوده که چه ما بخوایم چه نخوایم ادغام شده با مسائل فرهنگی و مسائل خانوادگی و بر جایگاه اجتماعی اون فرد. حالا ما هر چقدر هم بیایم اصرار بکنیم که آقا نه، همچین چیزی وجود نداره، این حقیقته. پس ما باید این حقایق رو بپذیریم و بنابر اون حقایق بیایم بهترین تصمیم گیری رو برای فرزندامون، خواهر برادرامون، دوستامون و بقیه بگیریم. به نظر من فقط کسی میتونه بیاد در مورد دانشگاه نقد بکنه دانشگاه رو و بیاد نکات منفیش رو نشون بده که در زندگی غیر دانشگاهی هم موفق شده باشه. خب. یعنی چی؟ یعنی به نظر من کسی که فقط دانشگاه رفته و توی کسب و کارش یا توی کارهایی که انجام میده واقعا موفق نیست، نمیتونه بیاد نقد دانشگاه رو بکنه. کسی میتونه بیاد نقد بکنه که هم توی زمینه دانشگاه و هم تو زمینه کاری، چه حالا بعد دانشگاه، چه حالا مثلا در زمان دانشگاه، به موفقیت رسیده باشه. و وحید به نظر من جزو همون افراده، چون کسی که هم دانشگاه خیلی خوب رفت، هم رشته خیلی قوی، هم نمره خیلی قوی گرفت و فارغ التحصیل شد و در عین حالی که دانشگاه میرفت، چه بسا از قبل دانشگاه، کسب و کارهای خودش رو از صفر شروع کرد. چون من خودم خب یه خانواده هستیم که استعداد چاقی خیلی زیاد داریم و خب دیگه با جیم خیلی خود با باشگاه همیشه باشگاه میریم، سعی میکنیم ورزش و این چیزا بکنیم و اینا. گفتم برم تو کار محصولات ورزشی، یعنی تو جیمای اینجا، تو بالا بگم باشگاه که من بدونم، تو باشگاه اینجا، باشگاه ایران، همه جا، هر جا که میرفتیم، مثلا شما بخوای یه لباس و یه شورت و یه کفش مثلا از یکی سوال کنی، خب برندای استابلیش هست، مثلا میگن آره نایک هست، آیداس هست، نه آندر آرمر هست، این چیزا. ولی مثلا بخوای مچ بند، زانو بند، مثلا گچ ویت لیفتینگ، مثلا وزن برداری، اینا هیچ برند که واقعا جا افتاده باشه هیچ جای نیست. و من یه گپ یا دیدم توی مارکت که مثلا من بیام این جلو و اینقدر چند سال روش کار بکنم که همه جا بیفته، که تا یه کسی گفت مثلا من زانوبند میخوام یا مثلا دستکش میخوام یا مثلا گچ اینا میخوام، زود همه بگن اکسیدا. خیلی سخت بود اولش، چون که به شدت رقابت زیاده و خب دیگه اینم یه بیزنسی که مافیای خودشو داره و هر روز یاد میگیری، چیزا جدید یاد میگیری و خیلی واسم جذابه. اگر تبلیغ خواستی میدونه به کی زنگ بزنی دیگه. یا باید میدونی به کی زنگ نزنی. به زنگ نمیزن. نه ایشالا، چرا که نه، حتما. فعلا راستشو بگم اکسیدان گذاشتم کنار، چون که یه پول فوق‌العاده سنگین میخواد واسه سرمایه یا این چیزا و من الان در این شرایط کرونا فعلا گذاشتمش کنار. بیشتر فوکسم روی تمرکزم روی این شرکت دوخس و کارهای کانستراکشن که به تازگی رفتم توش و فوق‌العاده جذابه واسم. اونو بیشتر دوست داری تا کارهای آره نه که دوست داشته باشم، الان بازارش بیشتره.